علم یگانه سلاح است که ما میتونیم از او طریق به تمام مشکلات زندگی خود غالب شویم. سوزان سلید هستم، مسئول ولایتی دفتر هول یا مؤسسه بشردوستانه برای انکشاف محلی. بزرگشهری فرا می باشم و متولد به بزرگشهری فرا هستم و در سال 2006 از مکتب لیسه میرمنازوی فرا فارغ شدم و در می جریان البته باید قبلا یاد کنم که در زمان طالبا، در زمان طفولیتم در وقت مکاتب اینا نبود، یعنی در زمان بسیار سخت درس خواندم، شرایط تحصیلی بر زنان آماده نبود، مکاتب برای دخترها بسته بودند، شاید صحنه‌های بسیار خشن برای زنان بودم، در مجموع برای کلگی ولی بخصوص زنان بسیار زیاد زیر شکنجه و آزار و اذیت بودند. در اون زمان خوشبختانه که والدین من معلم بودند، من تانستم که پیش از اوها تعلیمات ابتدایی خودم به سر برسانم. طالب ها من درس میداد، دری و پشتو و مزامین من درس میداد، انگلیسی والدی درس میداد چون انگلیسی قوی تر بود، انگلیسی رو درس میداد و من اساس پیش رفته. مردم در قدم اول بتانه یک ارتباط خوب با نمایندگان شورای ولایتی و طرف دیگر در حضور شورای ولایتی مشکلات خود اینا خیلی راحت براز اینا بیان کنند و این در واقع نقش عمده و اساسی پروژه آموزش حقوق مدنی است، چون پروژه ما و شما بیشتر جنبه آگاهی داره و از طرف دیگر دادخواهی. میشه که خصال خود شما برای مسئولین صحبت کنید، برزا پیشنهادات خودم بدین، باز اینا هم را شما صحبت میکنند، یاداشتای را میگیرن، باز میشه که در جلسه بعدی باز ما شما باز سرزمی صحبت کنیم. فکر میکنه هر چیزی که میدید، فکر میکنه، پرسان میکنه، تقلیق میکنه. ما به میفهمید که تجسس داره، یک شاگرد یا یک فرزند بچه که کنجکاو باشه و علاقه داره که چیز رو بیاموزه. میتونستم که از معلمین خصوصی که سراغ داشتم از اینا استفاده کنم. یک دختر تنها برآمدن از خانه تا اون مسافه که آدم میره تا خانه استاد بسیار زیاد مشکل بود. کمپیوتر رو به مشکل یاد گرفتم. در اول یادم میاد که ما 3 نفر بودیم در خود مکتب، ما استاد کمپیوتر سر بایسکل خود در مکتب می آورد. من کمپیوتر خرید اون وقت ها 20 دلار افغانی پیش از طالبا می آوردم، کار میکرده که استاد بودم، به ماشین کنان گرفته بود که روشن میکرد که کمپیوتر کار کنم. من تنها دختر بودم که میتونستم در یک گوشه بسیار به مشکل در زیر چادر نماز بسیار دیگه تو، یعنی پدرم مرا میرسان تا کورس و در اونجا درس میخوندم. ما شما به خاطر داریم که تقریبا جلسه چندم ما شماست که راجع به حقوق مدنی طبقه اوناس و ذکور ولایت فرا جلسه دایر کردیم. چقدر مؤثریت داشته اجراءاتی که از طرف مؤسسه بشردوستانه محلی انکشاف محلی در سطح ولایت فرا صورت گرفته، با تمام نوبنیادی خود عظمه حضور شما در جلسه معلوم میشه که مؤثریت داره. در زمان مکتب فعالیت دیگه که داشتم ایجاد یک ماهنامه به نام فانوس بود که هیئت مدیریش بودم و بعض مقالات را راجع به خانم ها و حقوقشان نوشته میکردم و یا مشکلاتی که خانم ها داشتن بعض گزارش های را تهیه میکردم. زندگی اجتماعی مستلزم یک سلسله رعایت، یک سلسله قواعد و قوانین و مقررات اجتماعی هست و این مستلزم ازی است که آموختانده شود بسیاری از قوانین و آگاهی های اجتماعی برای مردم ما.
اسکالرشیپ هند گرفتم به خاطر داریم لیسانس در رشته اقتصاد داری لیسانس ما در اینجا پیش می بردم. وقتی که مقایسه می کردم که دخترای هند مثلا بسیار زیاد امکانات دارن، بسیار متاثر بودم که چرا دخترای افغان ما نمی تانن براحتی، بخصوص دخترای فراد چطور عقب مانده هستن، چطور بر از اونا شرایط تحصیلی مساعد نیست، حتی مکتب اونا بسیار و مشکل می خوانن. در بسیار قریجات هست، در ولسوالی های هست که مکتب نیست، یا اگه مکتب هست مثلا تنها اونا میتونه که تا امو صنف 5 و 6 و 7 و 8 تا زیادتر نمیتونه خوانده، نظر به مشکلات که اونا دارن، یا مثلا عروسی میکنن، یا شرایط امنیتی خراب است، طالبا اختار میده، یا کدام مشکل دیگه بر اونا پیدا میشه، اونا نمیتونن که درس بخوانن. و این جای افسوس بود. امو مدت بود که بعض یعنی نوشته های امدمو قسمت میکردم مثلا که چطور باید یک زمینی برابر شوه. در جستجو بودم که چطور یک پارتنر پیدا کنم، با وجود که دیگری که من داشتم از اونجا میتونستم مثلا در ولایت پیشرفته تر با در پست های بالاتر در امنیت خوب تر در اونجا وظیفه بگیرم، ولی خواستم چون زاده امی شهر بودم و چون فرا یکی از ولایت بسیار عقب مانده و دور افتاده و یک ولایتی است که کمتر مردم به او توجه میکنند، امکانات زیغتر است، خواستم در کنار امی مردم باشم و کارمند رسمی هول شدم که فعلا هم بایست مسئول ولایتی هول مسئول فعالیت می باشم. هدف ما این بود که باید اما قسم که بر من امکانات مساعد شد، یعنی زمینه مساعد شد، فامیل ما خواستند که مرا اجازه بدن، مدت 4 سال را من تانستم که خارج از کشور باشم، خواستم که امو قسم بر دیگه دخترها هم زمینه مساعد شوند، اونا هم استعدادهای نهفتهی دارند، خیلی استعدادهای هستند که ما از او آگاه نیستیم نظر به مشکلاتی که وجود داره سر راه اینا. یکی از سنف‌های آموزش حقوق مدنی ماست و پرنجان ترینر ماست. از این خاطر سنف داخل خانه گرفتیم به خاطر که سهولت بیشتر باشه و اینا بتونن راحت‌تر بیان. خانه این مشکل وجود نداره بینا. این کار زیاد نجات داده و تانسته که اینا رو بفهمونه که یعنی حق حقوق زن چی، زن میتونه به مکتب رفته، زن میتونه از حق حقوق خود دفاع کنه. مثلا پنجشنبه و پنجشنبه از ساعت 2 تا ساعت 4 اینجا میای. پرنجان برنا مثلا گفه های چیزی که یاد میگیری از اونجا میگه اینجا برزنا یاد میده. تا مثلا از حق خوب بتونه دفاع کنه هر جا که میری. چیزایی که یاد میگین برزنا هم یاد بدین. که اونا هم تشویق شن و هم بفهمن. میتونید مثلا خود شما یاد میگیرین دیگه چوب بر کسی دیگه نه. به هر کسی دیگه بگوین که اونا هم از شما یاد بگیرن. دیگه تشکر. در ابتدا بسیار زیاد مشکلات داشتیم در این که بتانیم اعتماد دوائر دولتی یا مسئولین دولتی را به طرف خود جلب بکنیم. با گذشت زمان و با فعالیت‌های خوبتر که ما در پروگرام‌های خود داشتیم و خودشان می‌آمدن می‌دیدن که چقدر فعالیت‌های را شاگردان خودشان ارگانایز می‌کنن و استادا مثلا سهم خوبتر را می‌گیرن در این پروگرام و خوشبختانه اعتماد از ما بیشتر شدن. این آموزش ها داده شده و خانم‌های آموزش ها را بگیرن، چون خانم‌های ماست که واقعا هنوز از حق و حقوق خود با خبر نیستن، هیچ خبر نیستن چی حق دارن چی حقوق دارن. شاید بتان از این طریق بهتر که آموزش ها رو ببینه بفهمه که ما در چی حالت هستیم، ما هم میتونیم چی کارهایی بکنیم. ما مردها شخصا از خودم شروع تا دیگه دوستا آنچی که باید در رسای زنا توجه میکردیم نکرد، که امید از همین جمعی که ما نشسته ای از همین جا آغاز کنیم و دست به دست هم بدیم و قلبا اول سر خود عملی کنیم، شخصا سر خود عملی کنیم تا دیگران بتانیم بفهمونیم. تانستیم ما که یک امی خود مردم هم که در پروگرام که در ولسوالی ها داریم، خود مردم هم یک قسم روحیه پیدا کردن، یک به امید پیدا کردن که میتونه کسی گپ از او رو بشنوه،
که خودشان مستقیما یعنی یک زمینی برشان ایجاد شد که امرای مسئولین دولتی میتونن مستقیما صحبت کنن. خب پرا که دینی موسسات دی چه یوی پده الوان باندی کار کوي، دینی مدنی ټولنی دی، دینی نور موسسی دی، مثال مثلا د هورد موسسه ده چې یوی هم دینی ورکشاپونه دی خوندلو لپاره لري، خپل د خزو چارو ریاست ته چې پده الوان باندی خپالیت لري او د دې سره منظم ورکشاپونه لري. What's the meaning of lamb? آموختن. سه سوال مهم است. یکی است که چطور شما یک لیدر انتخاب کنید؟ به چی اساس یک لیدر یا یک نماینده یا یک رهبر میتونید انتخاب کنید؟ زمین هدف ما که یعنی برزنا باید تفریقا زیاد یه جای تفریقا باشه که اونا مثلا روزای رخصتی میشه بتونه که یک جای تفری بره. زنها فروشنده باشه، یعنی آنها خود اینا دکانداری کنه، نه مردم. حتی امرای بعض شاگردا به صورت انفرادی مشکلات خود حتی صحبت میکردن و که یکی از شاگردای ما در مکاتب در اینجا کمپیوتر میخواند، او اصلا اجازه زیر نداشت که بیاید صنف کمپیوتر رو بخونه. رفتم امرای والدین از ما صحبت کردم. به خاطر که من بسیار علاقمند کورسای کمپیوتر بودم، ایره با استاد سوسن در میان گذاشتم. استاد سوسن هم خانه رفته که او امرای پدرم و مادرم بس کرد و دلیلای رزونا خواسته که و تانست که پدر مقانی کنه و ما حالا در کورسای کمپیوترم درس خواندم. امروز ما 10 کلاس انگلیسی داریم و 2 کلاس کمپیوتر در سنتر داشتیم که 8 کلاس کمپیوتر در مکاتب داشتیم که او پروگرامم خودم پیش می بردم. خب یکم امی که انسان بتونه درس بخونه یکم تشویق است که بسیار تشویق میکنه که شاگردا یک چیز یاد بگیره. من به فکر رفتم که چرا من این کار نکنم و بعد از رفت خانه دوستایم و با پدر مادرشان فامیلشان صحبت کردم تا بفهمه که امیش ایام یک دختر از امو جایی رفته امی مضمونه که او میخواه یاد نگیره، چرا دختر ما یا اولاد ما نره یاد نگیره. به خاطر امی او فامیل هم اجازه داد امروی ما میره و میایه. سوسن هم تایید میکنم، چرا دختری بود که رفت به کشور دیگه و اونجا تحصیل کرد، دختری بود که امروز مؤسسه هولد میچرخانه، مؤسسه محترم هولد 4 سال در فرا فعالیت میکنه. روز افتتاحش هم بودم و امروز هم تمام کارهای تدریسی و اداری هولد ریاست معرف سپورت میکنه و تا زمانی که اونا مطابق پالیسی وزارت معرف در آموزش خواهرها و برادرای ما بخصوص خواهرای ما نقش برازنده و فعال داشته باشه در بخش کامپیوتر انگلیسی و منیجمنت، ریاست معارف را اونا را پشتیبانی میکنه. سیویک ایژوکیشن پروگرام رادیویی هم ما داریم که نه تنها امی کسایی که محدود زیر پوشش ما هست از طریق رادیو تمام شنونده های دیگه هم بتانه از این مسائل با خبر شود. ما فکر کنم بیش از 17 مکتب در سطح ولایت فرا اینا مسدود هست. ما به می خاطر می خواهیم که رئیس به معرف هم در برنامه باشه، مشخصا در مورد کار اگر شما در جریان باشین در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا هم نمی. هیچ مکتب وجود ندارد. از ساعت 3:15 از رادیو فریاد بازتاب پاسخی به مشکلاتش. می خواهیم که تمام دختران مثل که بچه ها آزادانه میتونن که درس بخوانن، براحتی میتونن فعالیت داشته باشن، مجتمع های را ایجاد کنن یا نهادهای را ایجاد کنن. میخواییم به اون قسم که تمام دخترها باسواد باشن و فعالیت های مختلف اجتماعی داشته باشن، سرپای خود بیستن تا ای که هیچ وقت زیر خشونت در جامعه قرار نگیرن و میخوایم که وقتی که اونها چیز یاد میگیرن میاموزن یک کار بر دیگران بکنن، یعنی بیاموزن و بیاموزانن، چرا که علم یگانه سلاح است که ما میتونیم از او طریق به تمام مشکلات زندگی خود غالب شویم و از طریق علم و دانش است که ما میتونیم سرپای خود بیستیم و اعتماد به نفس ما بیشتر میشه.
جامعه، حقوق خود بیشتر میشناسیم. آرزو دارم که تمام دختران هم قسم که خودم میخوایم بر از اونا یک کار رو میکنم، میخوایم که اونا هم فعالیت های را ایجاد کنن که اگر فردا روز من نباشم کسایی باشن که یک کار بر دختران دیگه بکنن، یعنی یک راه رو باید داشته باشن. گپ بزن